وقتی از اخلاق حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ شاید هم بهتر باشه بگیم وقتی از اخلاق حرف میزنیم از چی حرف نمیزنیم؟ و از چی حرف نمیزنیم؟ وقتی از اخلاق حرف میزنیم از دیگری حرف میزنیم انگار. خیلی ها گفتن دیگه انسانو نگیم سلف، نگیم خود، نگیم ناخود، حتی منو تعریف کنیم به دیگری. و the others، دیگران، یکی از موضوعات مهم اخلاق و فلسفه شده الان. وقتی از دیگری حرف میزنیم انگار داریم از دوتا آینه حرف میزنیم که روبروی همن و این آینه ها برای هم تصویر میفرستن. این آینه یه تصویر میفرسته، اول تصویری که خودم از خودم دارم. آینه دیگری هم یه تصویر میفرسته، تصویری که دیگری از خودش داره. یه تصویر دیگه هم میاد، تصویری که من فکر میکنم دیگری از خودش داره. اونم یه تصویر میفرسته، تصویری که اون فکر میکنه من از خودم دارم. تصویر در تصویر، تصویر در تصویر. یه تصویر دیگه هم هست، تصویری که من فکر میکنم اون از خودش داره و تصویری که اون فکر میکنه من از خودم دارم. و این بی نهایت تصویره و مخابره این تصویرها میشه آینه‌ای برابر آینت میگذارم تا با تو ابدیتی بسازم. به همین دلیل میگن راز جاودانگی حضور اخلاقی این آینه های روبرویه، این گرفتن این تصویر هاست و فرستادن این تصویر هاست. وقتی از اخلاق حرف میزنیم و از دیگری حرف میزنیم از مراقبت هم حرف میزنیم. مراقبت یه معنای قدیمی داره، معنای قدیمیش اینه که من یه تیکه از خودم رو میکنم هدیه میدم به شما. مراقبت یعنی این که تصویر قدیمیش یعنی من لطف میکنم، از خودم میگذرم، از خود گذشتگی میکنم، ایثار میکنم. مثل این پدر مادرهایی که دیدین به یه سنی رسیدن، خودشون رو رها کردن، میبینیم مادره سالهاست یه تفریح نکرده، یه استخر نرفته، پدره اصلا حواسش به خودش نبوده، تن نارسیده است، هزار علامت بیماری توی این تن هست. و این تصور قدیمی از مراقبت. تصور نو از مراقبت اینه که من اگه بلد نباشم از خودم مراقبت کنم از دیگرانم نمیتونم مراقبت کنم. خود مراقبتی، خود مراقبتی شرط مراقبت از دیگرانه. حتی نه فقط تو سطح فردی، تو سطح سازمانی. دیدی این خیلی از این سازمان ها میزنن تکریم ارباب رجوع و این حرفا. بعد میری داخل سازمان میبینی خود اعضای سازمان با هم دعوا دارن، شعارشون تکریم ارباب رجوعه. خود سازمان اگه با خودش مدارا نکنه، اخلاقی عمل نکنه، نمیتونه با دیگران اخلاقی عمل بکنه. پس این اولین مسئله مراقبته، که ارتباطی که خودم با خودم دارم مقدم و ارتباطی است که من با دیگران دارم. یه نکته دیگه هم داره، من وقتی از دیگران مراقبت میکنم انگار دارم از خودم مراقبت میکنم. من با مراقبت از دیگرانه که مراقبت از خودم رو یاد میگیرم. و همین دلیل پرستاری که میگه خسته شدم از بس به اینا رسیدم، یه چیزی رو این وسط، یه معناداری رو این وسط ایجاد نکرده که با رسیدن به دیگرانه که پروای خودت رو پیدا میکنی، خودت برای خودت حضور پیدا میکنی. به قول بعضی از فیلسوفا وجودت غلیظ میشه. ما با مراقبت از دیگرانه که وجودمون رو برای خودمون غلیظ میکنیم. بعضی اومدن گفتن مراقبت از دیگران از جنس شعر گفتنه. ما شعر میگیم، واژه میشینیم و وقتی واژه ها رو میچینیم چه حسی بهمون دست میده. گفتن مراقبت از این جنسه. یه قصه دیگه هم داره مراقبت، اون قصه هم خود قصه است. یعنی ما مدام داریم خودمون رو روایت میکنیم. قبلا میگفتن انسان یه خوده، الان میگن انسان یه روایته، اونم یه روایت نو به نو شونده. همون داستان بهتر نبود؟ قصه. آره، داستان. از داستان شاید بهتر باشه از روایت، مخصوصا که منم میخوام یه داستان تعریف کنم. عالی. یعنی چی؟ یعنی که من مدام دارم خودم رو روایت میکنم، اونم داره مدام خودش رو روایت میکنه، یا اون داره یه قصه از زندگی خودش مدام میسازه، منم دارم یه قصه از زندگی خودم مدام میسازم. حالا هنر من تو مراقبت اینه که برم اجزای قصه اونو بچینم، قصه رو برای اون معنادار کنم، اونم اجزای قصه منو بچینه، قصه رو برای من معنادار کنه.
خیلی وقتا وقتی مراقبت میکنیم قبل از اینکه مراقبت کنیم داریم مراقبت میشیم. توی عرفانمون یه چیزی داریم میگه که وقتی دیگری میاد سراغت و میگه از من مراقبت کن، چنان با او رفتار کن که انگار تو به مراقبت کردن او محتاج تری تا او به مراقبت کردن تو. به همین دلیل انگار مراقبت نام دیگرش همداستانیه. همداستانی، داستان. داستانی که من میخوام بگم یک داستان مستنده، در واقع ماجرایی که برای خودم اتفاق افتاده. 15 سال یا 16 سال ازش میگذره و هنوز وقتی بهش فکر میکنم یا میخوام همین الان که میخوام روایتش کنم مضطرب میشم. این طبیعیه؟ میگن جان کلام اضطرابه. تازه انترن شده بودم، انترن اطفال بیمارستان شهدا. کشیکو که تحویل میگرفتم گفتن که یه کودک بدحالی بستری شده شب قبل. خب طبعا مراقبت زیاد میخواد، باید زیاد به ایش سر میزدم تو بخش، زیادم سر زدم. هر دفعه میدیدمش خب حالش خوب نبود و مادرش هم میدیدم که خیلی پریشان و مستعصل. تو استیشن پرستاری ای صداش میزدن، دلداریش میدادن پرستارا. حوالی عصر بود فکر میکنم که رزیدنت با من تماس گرفت، گفتش که خیلی بد حالتر، حالا البته با یه جزئیات پزشکی گفت حالش خیلی بدتر شد و من صحبت کردم باید بلافاصله منتقل بشه به بیمارستان شهدا، به بیمارستان مفید. از شهدا به مفید، از شهدا به مفید مثلا این چیزی بوده 10 کیلومتر. خب اون خیابون شریعتی کلا خیابون پرترافیکی، عصرم بود، من انترن اعزام بودم و آسون نبود و بارونی هم می اومد. خیلی هم روی سریع رسیدن و سریع رسوندن اون بچه تاکید کرد با توجه به حالش و اضطرابم هم بیشتر میشد. راه افتادیم رفتیم آمبولانس، حالا با توجه به همه اون ترافیکی که بود بالاخره آژیرکشان افتان و خیزان راهش رو پیدا کرد تا ما یه جاهایی رفتیم. منم که این پشت بودم نشسته بودم و نگاه هم همش به نبض و نفس بچه بود. فکر میکنم به حوالی میرداماد بود که رسیدیم که ماشین وایساد، قفل شد، یعنی یک تصادف شدیدی اتفاق افتاده بود و بارون خیلی شدت گرفته بود، ترافیک قفل شد. من این پشت که نشسته بودم فقط خدا خدا میکردم که چون صدای آژیر آمبولانس فقط تو گوشم بود، خدا خدا میکردم که یه اتفاقی، یه معجزه اتفاق بیفته که شاید، و معجزه اتفاق افتاد. مادر بچه اومد گریان و با خواهش و تمنا ازم خواست که بچه رو بغل بزنیم و بدویم به طرف بیمارستان زیر بارون. از سر میرداماد. باید این کار میکردم؟ اگه بچه لیز میخورد تو زمین لغزان یا مادر یه مشکلی براش پیش اومد بعدن میشد جواب داد از این قانونی؟ نه، ولی نفهمیدم چی شد، یعنی تسلیم شهود اخلاقی مادر شدم شاید و دویدم بچه رو بغل زدیم. تصور کنید بچه بغل، یک مردی با روپوش سفید، یک مادری، بچه هم بالاخره ملحقاتی داشت، سرم داشت، ماسک داشت و دویدیم زیر بارون. نگاه های خیره یادمه، گریه های مادر توی گوشم تو مسافتی که میدویدیم یادمه، ولی همش گوشم رو تیز میکردم که صدای نفس رو همچنان بشنوم. رسیدیم، بالاخره رسیدیم با به بیمارستان و اون تلفنی هم رزیدنت با استاد این طرف صحبت کرده بود. استاد ما همین نفس زنان هر دومون میخواستیم بگیم که چی شده و چیکار باید بکنن، گفت نیازی نیست. گفتن به هم در جریان هم یه آبی گفت بهشون بدید بشینید استراحت کنید یه ذره ریلکس شید. ما نشستیم و این استاد رفت و یه بچه رو خوابوندن. یه چند دقیقه بعد اومد بیرون یه کلام، مادرم یک ریز گریه، یعنی از زمانی که من یادمه اشک اومد بیرون و یه جمله گفت، یه جمله خیلی خیلی خفیف، شاید در این حد که خوب میشه، نگران نباش ایشالله، یعنی 100% هم نگفت، یه چیزی گفت که برای خود من خیلی امید بخش نبود ولی برای اون مادر کافی بود که در اوج گریه یک هو بخنده
و من این تصویر خنده غرق در گریه، گریه غرق در خنده بعید میدونم هرگز بتونم فراموش کنم و هر وقت اسم اخلاق، اسم مراقبت، اسم اخلاق مراقبت میشنوم این تصویر دوباره در ذهنم زنده میشه. خیلی عالی. پس وقتی که از مراقبت حرف میزنیم داریم از یه داستان حرف میزنیم، نه از یه سری کلیشه های مفروض. وقتی از مراقبت حرف میزنیم از یه سری گایدلاین حرف نمیزنیم که باید اینا رو اینجوری عمل کنیم تا برسیم به نتیجه. وقتی از مراقبت حرف میزنیم انگار داریم از یه راز حرف میزنیم. میگن دو تا چیز همیشه تو زندگی یه آدم روبروی همه، یکی راز، یکی مسئله. دیدین اولش که با هم دوست میشیم، اولش که میخوایم با هم ازدواج کنیم، اولش که با هم هم اتاق میشیم، همو راز میبینیم، هم میخوایم کشف بکنیم جنبه های جدیدتر از زندگی نفر مقابل رو. یه ذره که میگذره و عادت میکنیم میگن عادت دشمن اخلاقه، دشمن مراقبته. بعضیا اخلاق رو میگن عادتهای خوب، اما اخلاق اینجوری انگار نیست. یه بهنگامیه، یه نوآوریه، یه در لحظه تصمیم نو گرفتن، یه نو به نو کردن داستانه، انگار اینه. یه ذره که میگذره و عادت میکنیم تصمیم میگیریم که دیگه حل کنیم این مسئله رو. تو اگه این حرف رو میزنی حتما تربیتت اینطوری بوده، پدرت این کار کرده که الان داری اینو میگی. یعنی آدم ها از یه راز به تدریج تبدیل میشن به یه مسئله و ما داریم مسئله حل میکنیم. دو جور پس رابطه انسانی داریم، رابطه رازآلود، رابطه مسئله گون. و این دوتا رابطه همیشه جلوی هم قرار میگیره و مراقبت انگار حل کردن مسئله نیست. مراقبت مثل یه رازه. منم یه قصه بگم. یکی نشسته بود سرش انداخت بود پایین، قصه تو مثنوی دفتر سوم، داشت پایین رو نگاه میکرد. یکی دیگه اومد از اونجا رد شه، نمیشناختم اینو، دید یه پس گردن فراخ آماده است برای زدن. وسوسه شد، دستشو برد بالا، محکم زد پس گردنی. اینم پس گردنشو گرفت و گفت آقا برای چی میزنی؟ من نه تو رو میشناسم نه اینکه خب برای چی رد شدی همینطوری به من پس گردنی زدی؟ و ناراحت اومد جبران کنه، تلافی کنه، یه پس گردن بزنه به این. اون گفتش که باش قبول، من زدم، حالا تو هم میخوای بزنی. قبل از این یه پرسشی اینجا مطرحه. گفت پرسش چیه؟ گفت ببین یه مسئله است. بر قفای تو زدم آمد تراق، ترق صدایی از پس گردن تو اومد. این سوالی دارم اینک از وفاق. الان از سر وفاق و اینا یه سوالی مطرحه. گفت سوال چیه؟ گفت سوال من اینه که کین تراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ صدایی که بلند شد منبعش، سورسش کف دست من بود یا پس گردن تو بود؟ اونم نگاه کرد و گفت ببین، گفت که از درد این فراغت نیستم که در این فکر و تفکر بیستم. از درد این فراغت رو ندارم که بشینم و مسئله حل کنم. تو که بی دردی همی اندیش، هین نیست صاحب درد را اندیشه این. خیلی وقتا ما به جای اینکه نگاه رازآلود داشته باشیم نگاه مسئله گون داریم. دیدین میگن بیمار صرعی، بیمار ایجزی، بیمار جزامی. مگه ما اصلا بیمار جزامی داریم؟ فرد مبتلا به جزام داریم، یه مادر خانه‌دار مبتلا به سر داریم، یه دبیر بازنشسته مبتلا به سرطان داریم. اون یه جزئی از وجودشه و به همین دلیل خیلی بده. من گاهی وقتا میبینم که میخوایم فرد رو معرفی کنیم میگیم مثلا کیس شناخته شده یه سرطان. کیس اصلا چیه؟ دیدن کیس از پزشکی وارد حوزه عمومی شد، یکی با یکی هم دوست میشه میگه کیس پیدا کردم. خب یعنی تمام اون وجود اونو فروکاهش میکنه، ردیوس میکنه به قول فرنگی ها به یه جزء وجود اون. مراقبت هم یه قصه خیلی مهم داره. مراقبت ذاتش نامشروطه. ذات مراقبت بدبستون نیست. ذات مراقبت من اینو به تو میدم. انگار وقتی داری مراقبت میکنی میری توی یه امر نامشروط. نامشروط و چی نامشروط تر از مهر و محبت و مراقبت مادر؟ و تعمیم یافته تر اگه بگیم تمام زنان که این مادرانگی در وجودشون در ذاتشون هست.
و وقتی مراقبت میکنن فرقی نمیکنه از فرزند یا کسانی که تحت مراقبت اونها هستند، این نامشروط بودنه خیلی غلیظتر، همونطور که گفتید، غلیظتر از اون چیزی که پدران یا مردان میتونن داشته باشن در وجود اونها، در رفتار اونها میبینیم. خود حتی مبدعان اخلاق مراقبت هم نام دیگری که بر اخلاق مراقبت گذاشتن maternal thinking، تفکر مادران، انگار تفکر ویژه ما هممون احتمالاً تجربه کردیم که در بزنگاه ها، در جاهایی که با یه دوراهه هایی مواجه میشن، دوراهه اخلاقی که بین بد و بدتر باید انتخاب کنن، هممون گیر میفتیم تو شرازگاه، یک راه سومی رو معمولاً پیدا میکنن، خلق میکنن، بالاخره چون هدفشون هدفیه که همه وجودشون متمرکزه بر همون مراقبت و یه شبکه‌ای شکل میدن از مراقبت. من با یه خاطره ای از مادر شروع کردم، با یک شعری از بیژن نجدی تموم میکنم و تقدیم میکنم به مادران و زنان این سرزمین. آفتاب را دوست دارم به خاطر پیراهنت روی تناب رخت، باران را اگر که میبارد بر چتر آبی تو، و چون تو نماز خوانده ای خدا پرست شدن. یه چیز کوچیکم من آخرش میگم، اونم اینه که مراقبت فقط مال آدما نیست. گاهی وقتا یه فضا داره ما رو مراقبت میکنه، گاهی وقتا یه خاطره ما رو مراقبت میکنه. خاطره البته میدونید میتونه زخمم بزنه دیگه، هنر یه آدم اینه که اون خاطره زخم خورده رو ریفریمینگ کنه، دوباره زنده کنه به معنای مثبت. گاهی وقتا یه شهر ما رو مراقبت میکنه، گاهی وقتا یه چند تا نماد ما رو مراقبت میکنه. دریغم اومد و دریغمون اومد توی اینجا که شیراز و شهر مراقبت، شاعران مراقبت داره، حافظ مراقب داره، سعدی مراقب داره، به این نکته توجه نکنیم. میگفت من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر روی جوانان مهوشم، از بس که چشم مست در این شهر دیدم، از بس که چشم مست در این شهر دیدم، حقا که می نخوردم اکنون و سرخوشم. ممنون از توجه شما. <تص->